آیا جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران در خطر است؟ چه کسانی به دنبال حکومت اسلامی هستند؟ پشتوانه فقهی و قانونی نظریه حکومت اسلامی چیست؟ سلام بر شما، به برنامه صفحه دو خوش آمدید. من عنایت فانی هستم. اینکه نوع حکومت در ایران جمهوری اسلامی باشد یا حکومت اسلامی باید قاعدتاً در 12 فروردین سال 1358 حل شده باشه. در اون سال آیت الله خمینی در مقابل کسانی که احیاناً نگران دموکراسی بودند و پیشنهاد می‌کردند که ممکن جمهوری و یا جمهوری دموکراتیک نام مناسب‌تری برای ایران بعد از انقلاب باشه، با خشم گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. و بدین سان ایران با بیش از 98% رأی مردم شد جمهوری اسلامی ایران. ولی درجه جمهوریت این نظام نوپا، حداقل از طرف اونهایی که انتظار دیگری از انقلاب ضد استبدادی سال 57 داشتند، همواره زیر سوال بوده و این تردید به خصوص طی چند سال اخیر بیشتر شده. دو متفکر و محقق نامدار ایرانی که در این مبحث سخن گفتند و نوشتند امروز مهمان من هستند. دکتر عبدالکریم سروش اینجا در استودیو و حجت الاسلام محسن کدیور در امریکا از طریق تلفن. سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. جناب آقای سروش، خواهش می‌کنم عرض کنم که بسیاری آقای احمدی نژاد و حامیانش رو متهم می‌کنن که در صددن یا در پی اون هستن که جمهوریت رو از نظام جمهوری اسلامی محو بکنن و حکومت اسلامی برقرار بکنن. شما هم یکی از کسانی هستین که در این زمینه مطلب نوشتین و صحبت کردین، استنادتون به چیه؟ البته این سخن در مورد آقای احمدی نژاد گفته شده است، بدون اینکه من خودم دیده باشم که چنین اظهاری کرده باشه و گمان هم نمی کنم که آقای احمدی نژاد از لحاظ تئوریک در سطحی و به گونه‌ای باشد که تفاوت‌های ظریف میان جمهوریت و دموکراسی و حکومت ناب اسلامی رو به دقت آزموده باشه و اگر هم گفته سخن سنجیده‌ای گفته. ولی به فرض که چنین رأیی وجود داشته باشه، این رأی از آقای احمدی نژاد نیست. اولا و به ذات این رأیی است که آقای مصباح یزدی مطرح کرد و مجلس خبرگان هم به قوت دنبال اون رو گرفت و مسئله در واقع مربوط به مشروعیت نظام میشه. یعنی حقیقت این است که هر حاکمیتی اقلن دو رکن داره، یکی رکن کفایت که همون رکن مدیریت باشه و دومی رکن مشروعیت. شما وقتی که حکومتی و قدرت سیاسی رو بر سر کار میارید، اولا از او انتظار دارید که با کفایت کشور رو مدیریت کنه، خصوصا در مسائل اقتصادی، نظم معیشتی، آموزشی و غیره که میده، و دوم این که مشروع باشه و مقبول مردم باشه. این دومی هم به اندازه اولی مهمه. ممکنه یه حکومت دیکتاتوری هم بیاد و یه جوری به امور سامان بده اما مشروع و مقبول نباشه. لذا رکن مشروعیت هم اگر مهمتر نباشه از کفایت و مدیریت کمتر نیست. جمهوری اسلامی معناش دست کم در نظر بنیانگذاران و بانیان اولیه این بود که مشروعیتش رو از جمهوریت میگیره و جمهور مردم پشت سر او هستن. سخنان بسیاری آیت الله خمینی گفتن که بر همین معنا قابل حمله، اما رفته رفته خصوصا پس از وفات آیت الله خمینی این رأی رو به ضعف رفت و کسانی دست بالا رو گرفتن در بیرون حکومت و در درون حکومت، در نهادهای حکومتی، که مشروعیت رو از جمهور و از مردم سلب کردن و چه کار کردن؟ دادن به دست خداوند مستقیما و بعد به دست امام زمان و از طریق امام زمان به نایب امام زمان، که مجلس خبرگان هم بنا بود این نایب برحق رو کشف کنه و به مردم معرفی کنه. لذا من میخوام بگم که خصوصا پس از وفات آیت الله خمینی این تنش و این تضاد بین جمهوریت و حکومت اسلامی همیشه وجود داشت، الان دیگه کاملا رو شده و معلوم شده است که برای مشروعیت حکومت ما و حاکمان ما به دنبال جمهور مردم نمیگردن و از اونها سلب مشروعیت نمیخوان بکنن و معتقدن که تکیه به یک جای محکمتری دادن که عبارت باشد از قوانین الهی و از فقه اسلامی و از اون طریق میخوان یک جامعه دینی و ایمانی بپا کنن که بعدن ممکنه